مرد 63 ساله با گذشت بیشتر از 20 روز هنوز هم نشانه های لتکوب بر بدن احمدش چی دیده می شفند. خواستش از حکومت تامین عدالت است. برای ما هم گفتنم اینجا هنوز بگرام که این علایمی که عوارضی که در بینی ما بود، عوارضی که در قبرغه و ستون و فقرات ما بود، این علایم و زخمی که جری که داشت، اینا را برای ما گفتن که این عوارضه و تداوی و دوا و مورد ضرورت توصیه کردن و نتایج بعدا به دولت ارائه کردن دادن. پیش از این نزدیکان جنرال دوستم بر حل فصل این رویداد از راه برگزاری یک جرگه قومی تاکید کردند، اما احمدشچی این شفران نمی پذیرد. این عمل ما بس سرش انجام بتیم، در غیر صورت خود ما از خود نمی گذاریم. چطور می تونه که جرگه این مشکل حل بکنه؟ جرگه چرا حل می کنه؟ یعنی چطور می تونه حل بکنه؟ پول می ته؟ و ما چی می ته مثلا؟ و ما دختر می ته؟ و ما چی می کنه که یعنی ما قانون شد؟ ما گفتیم که ما می خواهیم قانون تطبیق شد، می خواهیم حیثیت ما یادش شد. دورتر از اینجا در فاریاب هواداران حزب جنبش لتکوب زندانی ساختن و آزار جنسی احمدش چی را اتهام های مغرضانه بر جنرال دوستم می دانند. جنرال دوستم مدافع حقوق بشر است، جنرال دوستم مدافع حقوق ملت معظم افغانستان است، جنرال دوستم مطیع قانون است و از اولین کسایی است که نسبت به جنگ های تحمیلی گذشته هم از ملت نجیب افغانستان معذرت خواستم. در پهلوی همه هواخواهان رهبر کبیر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان که در تمام ولایات افغانستان هستند، دست خود را به یک دیگر داده و دست به تظاهرات گسترده خواهیم زد. هیئت لوی سورن ولینیز بررسی هایش را در این زمینه آغاز کرده است. شفاخانه های وزیر محمد اکبرخان و شفاخانه بگرام هم نتایج معایناتشان را از احمدشچی نهایی ساختند. اما تا هنوز چگونگی نتایج این معاینات به گونه رسمی اعلام نشده است.